دیوید کاپرفیلد در بسیاری از برنامه‌های تلویزیونی آمریکا ظاهر شده. در سال‌های اولیه زندگیش برنامه‌هایی رو در تلویزیون اجرا کرد و همینطور که می‌گذشت اون اونقدر محبوب شد که دیگه اون برنامه‌های تلویزیونی رو محبوب می‌کرد. اون از میان دیوار بزرگ چین قدم زنان عبور کرد. اون مجسمه آزادی در آمریکا رو ناپدید کرد. اون دیوید کاپرفیلد بود، جادوگر و تردست آمریکایی. نام اصلی اون دیوید ست کوکتینه، برنده جایزه امی شعبده‌باز آمریکایی. طبق نوشته نشریه فوربس، از لحاظ تجاری موفق‌ترین شعبده‌باز تاریخه. کاپرفیلد به علت ترکیب داستان‌گویی و شعبده‌بازیش معروفه. اون تاکنون موفق به فروش 40 میلیون بلیت برای برنامه‌ها شده و بیش از 1 میلیارد دلار درآمد داشته. اون به جادوگری، تردستی و نویسندگی، تهیه کنندگی و کارگردانی مشغول بوده. اون در 16 سپتامبر سال 1956 در شهر میتاچن در ایالت نیوجرسی آمریکا به دنیا آمد. پدر و مادرش یهودی بودند. مادر اون ربکا کارشناس خسارت بیمه بود و پدرش مالک و مدیر یک فروشگاه لباس مردانه در شهر میتاچن به نام پورویس بود. مادرش متولد بیت المقدس در فلسطین بود. پدر بزرگ پدریش از یهودیان پناهنده از روسیه بود. پدر اون هایمن بود، پدر و مادرش روسی بودن. در 12 سالگی شروع به تمرین شعبده بازی کرد. اون جوانترین عضو شعبده بازی بود که در جامعه شعبده بازان آمریکا پذیرفته شد. این سازمان یکی از معتبرترین سازمان‌های شعبده بازی در جهان بود. در سال 1972 در دوره شعبده بازی در دانشگاه نیویورک مشغول به تحصیل بود. داستان جالبی در مورد چگونگی به دست آوردن نام دیوید کاپرفیلد توسط اون وجود داره. اون در سن 18 سالگی وارد دانشگاه فورت هام شد. اون در گروه موزیکال مرد جادویی نقشی اساسی رو به عهده گرفت. اما بعد از ایفای نقش تصمیم گرفت که نام دیوید کاپرفیلد رو برای خودش نگه داره. در سن 19 سالگی اون در هتل پاگودا در هونولولو در هاوایی مشغول به انجام کارهای نمایشی شد. در سن 24 سالگی اون در نقش کین جادوگری در فیلم ترسناکی با نام قطار وحشت ظاهر شد. در سال 1982 با تأسیس پروژه جادویی هنر دیوید کاپرفیلد در خدمت امور اجتماعی درآمد. این برنامه توانبخشی بود که به معلولان برای بازیابی مهارت چابک بودن کمک می‌کرد. این از تردستی جادویی برای کمک به بیماران معلول استفاده می‌کرد. انجمن کاردرمانی آمریکا رسماً این برنامه را تایید کرد. در حال حاضر از این روش درمانی در چندین بیمارستان در 30 کشور دنیا استفاده میشه. دیوید کاپرفیلد قصد داشت رستورانی به نام زیرزمین جادویی بسازه. متاسفانه ایده این رستوران جامعه عمل نپوشید. این رستوران قرار بود 2 محل با نامهای شهر نیویورک و دنیای والت دیزنی داشته باشه. سیستم ویدیو کنفرانس دیجیتال به مهمانان اجازه میداد که از راه دور با هم در ارتباط باشن. کاپرفیلد ایده‌هایی در مورد میزهای متحرک و خدمتکارانی که کارهای تردستی انجام می‌دادن داشت. در سال 1996، دیوید کاپرفیلد تونست کتاب داستان‌های غیرممکن دیوید کاپرفیلد رو منتشر کنه. کتاب از نوشته‌هایی در مورد حکایت‌های واقعی بود که بخشی از دنیای جادو و تردستی بودن. ماورای تصور دیوید کاپرفیلد جلد دوم از این سری بود که در سال 1997 منتشر شد. در ادامه رویدادی را مطرح می‌کنند که در آن کاپرفیلد تونست از توانایی‌های خودش در جادوگری برای دفاع از خودش استفاده کنه. در سال 2006 وقتی که کاپرفیلد در حال بازگشت از اجرا در وست پالم بیچ در فلوریدا بود، مورد دستبرد مسلحانه قرار گرفت. 2 زن که همراه کاپرفیلد بودند، داراییشون رو به سارق دادن. کاپرفیلد ادعا می‌کنه که با استفاده از تکنیک‌های تردستی تونست مایملک خودش رو پنهون کنه. به غیر از ناپدید کردن مجسمه آزادی در آمریکا و عبور از دیوار بزرگ چین، اون تونست راه رفتن روی هوا رو هم به نمایش بذاره. اون تونست حیله شناوری در دره گرند کانیون، دره بسیار عمیق در آریزونای شمالی در آمریکا رو اجرا کنه. دیوید کاپرفیلد در بسیاری از برنامه‌های تلویزیونی آمریکا ظاهر شده. دولت فرانسه به اون نشان شوالیه داره. در هالیوود واکافیل پیاده روی در هالیوود که ستاره هایی در اون قرار دادن که به اسم شخصیت های معروف فیلم هاست. اون یه ستاره دریافت کرده. اون اولین جادوگر زنده است که تونسته به چنین افتخاری نائل بشه. اون سالانه حدود 500 برنامه اجرا میکنه و واقعا افسانه‌ای جاودانه.